نگاه کنین مملکتو یه شونه تخم مر شده 95,000 تومان. اون وقت کارگر بیچاره بیاد زندگی کنه. یک نمونه از گلایه های این روزهای مردم از وضعیت گرانی و تورم در کشور. جهش فاحش بهای اقلام خوراکی از تخم مرغ گرفته تا ماکارونی. اسپاگتی 1.2700 کرمی داشتیم، قیمت قدیمش 7105 تومانه. امروز برامون اومده 1.2700 کرمی. امروز برامون اومده 24,000 تومان. گلایه هایی که باعث شده مردم بار دیگر خیابان را برای رساندن صدای اعتراض به مقام های جمهوری اسلامی انتخاب کنند. در حداقل 5 استان کشور مردم به خیابان ها آمدند. در دسفول، ایزه و اهواز در شبهای گذشته معترضان اینچنین علیه مقام های جمهوری اسلامی شعار دادند. اینجا در شهر کرد شعارها علیه ابراهیم رئیسی بود. رئیس جمهوری که هنوز یک سال از آغاز به کارش نگذشته. پس از شدت گرفتن این اعتراض‌ها، روز جمعه ابراهیم رئیسی از یک مرکز توزیع مرغ دیدن کرد. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا ویدئوی کوتاه و گزینش شده از حضور رئیس جمهوری ایران در میان جمعیت منتشر کرد که آقای رئیسی ادعا می کند نمی گذارد مردم سختی بکشند. تا من زنده باشم اجازه نخواهم داد که مردم دچار آسیب از این دستگیری صافد مرغ شهر کرمانشاه. این تصاویر اما از وضعیت دیگری برای مردم خبر می دهند. صفهای طولانی برای دریافت اقلام خوراکی با قیمت مناسب تر. اینجا خیابان ولی عصر، این صفه طولانی برای تخم مرغ است. وضعیتی که در روزهای گذشته باعث شد در برخی از فروشگاه ها مردم بر سر خرید کالاها با هم درگیر شوند. دولت ایران از روز پنجشنبه قیمت 4 کالای اساسی شامل مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات را به طور رسمی افزایش داد. این قیمت‌ها در شرایطی افزایش پیدا کرد که بهای مرغ طی سال گذشته دست کم 20% افزایش داشت و قیمت تخم مرغ هم حدود 50%. ابراهیم رئیسی هفته گذشته اعلام کرد که همزمان با افزایش قیمت کالاها یارانه ها را هم افزایش خواهد داد. سه دهک اول 400,000 تومان اختصاص پیدا کنه هر نفر، یعنی خانواده 5 نفره 2,000,000 تومان دریافت میکنن در هر ماه. نسبت به دهک های چهارم به بعد هم 300,000 تومان هر نفر دریافت بکنه. مبالغی که به ظاهر واریز شد اما قابل برداشت نبود و نتوانست مانع اعتراض مردم شود. روز جمعه اعتراض ها در برخی از شهرها همچنان ادامه پیدا کرد. 23 اردیبهشت 401 تجمعات در مرکز شهر اردبیل. واکنش مقام های ایران به اعتراض ها مانند سالهای گذشته بود. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعتراضات را محدود خواند و گفت که دولت به گفته او چابک از موانع عبور خواهد کرد. احمد خاتمی امام جمعه تهران هم مشکلات را به گردن حکومت پهلوی انداخت و ادعا کرد که مشکلات اقتصادی ایران از قبل از انقلاب وجود داشته. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کوهکیلویه و بوی رحمت هم خطاب به معترضان گفته که مراقبه به گفته او شیطنت ها باشند. واکنش هایی که بیشتر از آن که هدفش فرو نشاندن خشم معترضان باشد، هشدار و تهدید برای آنان محسوب می شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.